ما بیش از اون که به انباشت دانش در اذهان دانش آموزان بیندیشیم، کسب آمادگی برای زندگی کردن، فعال بودن، مؤثر بودن، خلاق بودن، ارتباط برقرار کردن، حل مسئله کردن، مشارکت مؤثر در زندگی اجتماعی داشتن، توان ارتباط و تعامل با دیگران برقرار کردن، هوشیار بودن، سرزنده بودن، اینها مفاهیمی است که جز اهداف مهم تعلیم و تربیته و از مجال ورزش عرصه متنوع و کارآمدی برای افزایش این قابلیت‌ها ایجاد میشه. میدان ورزش میدان جذاب، شوق‌آفرین برای پیگیری این اهداف بلند هست. المپیادهای درون مدرسه‌ای که از ابداعات دولت تدبیر و امید هست، بیش از 5 میلیون دانش آموز رو از سطح مدرسه درگیر ورزش‌های مسابقات ورزشی کرده و طرح حیات پویا که با ایجاد یه تغییرات ساده و بسیار کم هزینه حیات مدرسه و محوطه مدرسه رو به محیط پویایی برای تحرک دانش آموزان تبدیل میکنه و 7 میلیون دانش آموز ابتدایی رو از این قابلیت برخوردار کرده، جز اهدافی است که پیگیری شده و انجام شده. استقرار و سازماندهی فدراسیون‌های ورزشی، یکی از مهمترین فدراسیون‌های ورزشی کشور فدراسیون ورزش دانش آموزی است، برای استعدادیابی و پرورش ظرفیت‌های تربیت بدنی دانش آموزان، زمینه سازی برای شرکت اونها در مسابقات بین المللی و کسب رتبه‌های جهانی. اصولاً ورزش دانش آموزی پایه و اساس ورزش همگانی است، پایه و اساس ورزش حرفه‌ای و پایه و اساس ورزش قهرمانی است. ورزش از مدرسه آغاز میشه و در مدرسه تبدیل به یک رفتار و یک عادت مستمر خواهد شد. تمام قهرمانان ملی و ورزشی کشور سابقه حضور پررنگ و موفقیت‌آمیز در صحنه‌های ورزش دانش آموزی را دارند. موفقیت هایی مثل مدال جهانی برنز در رشته دو میدانی دختران برای اولین بار در سال گذشته، عنوان قهرمانی آسیا در رشته فوتسال در سال جاری، قهرمانی المپیک دانش آموزی در رشته کشتی آزاد و فرنگی در سال 98 و عنوان سوم جهان در رشته بسکتبال در سال 96 از دستاوردهای ورزش دانش آموزی است. پدیده کرونا به یک باره همه فعالیت های ما رو تحت شعاع قرار داد، اما ما به جای راه های مسدود شده و محدود شده هم راه ساختیم هم راه پیمودیم و تلاش کردیم که با طراحی برنامه های خلاقانه اجازه ندیم که تعطیلی مدرسه موجب اختلال در جریان آموزشی بشه. با طراحی این برنامه های خلاقانه در زیست بوم جدید تاب‌آوری اجتماعی دانش آموزان رو ارتقا دادیم. امروز در شبکه آموزشی دانش آموز یا شبکه شاد تمام محتوای آموزشی تمام پایه‌های تحصیلی عرضه شده است و تمام 12 پایه تحصیلی دانش آموزان عضو هستند. کانال‌های متعددی برای آموزش انواع رشته‌های ورزشی مثل فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، انواع اقسام با بهترین مربیان کشوری محتوا تولید می‌کنند، فیلم تولید می‌کنند و در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهند. 12.5 میلیون نفر در کانال‌های درسی تربیت بدنی هستند و بیش از 7.5 میلیون نفر از فعالیت‌های متفرقه تربیت بدنی ما استفاده می‌کنند و 33,000 مربی تربیت بدنی که 1400 تاشون دکترای تربیت بدنی دارن، بیشترین نیروی انسانی است که در تربیت بدنی به این کار اختصاص پیدا می‌کنه. دولت شما جناب آقای دکتر روحانی با توجه به اهمیت ورزش نقشه درخشانی داشته. سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز در طول دولت تدبیر امید 2 برابر شده. یعنی تا قبل از دولت تدبیر امید 1,865,000 متر مربع فضای باز و سرپوشیده ورزشی داشتیم و الان به 3,887 متر مربع رسیده. ما در سال 92 با 25 پروژه ورزشی آغاز کردیم، امروز با 180 پروژه ورزشی افتتاح میشه به وسیله شما. در این پروژه هایی که امروز افتتاح میشه مفتخر هستیم که با احداث 183 پروژه ورزشی و اعتباری بالغ بر 770 میلیارد تومان، بیش از 184,000
متر مربع به سرانه ورزشی دانش آموزان اضافه میشه و زمینه استفاده بیش از 1,000,000 دانش آموز برای ورزش استاندارد بهره‌مند میسر میشه.